سعید راد که نام واقعی وی احمد سعید حق‌پرست راد می باشد، در 4 آبان 1326 در تهران به دنیا آمد. وی بعد از پایان تحصیلات دوران دبیرستان در سال 1347 فعالیت هنری خود را در سینما آغاز کرد و در سال 1350 با بازی در فیلم سینمایی فاتحین صحرا وارد سینما شد. سعید راد در جوانی عاشق بازی بولینگ بود و دوران جوانی خود را در خیابان قصر و دشت تهران گذراند. وی در سال 1363 در فیلم عقاب‌ها ایفای نقش کرد. سعید در اواسط دهه 60 ایران را ترک کرد و مدتی در هند، کانادا و ایالات متحده آمریکا به سر برد. در سال 1378 به ایران بازگشت و پس از سالها دوری از سینما در فیلم دوئل به کارگردانی احمدرضا درویش ایفای نقش کرد. چرا اومدم؟ اون که اون وسط وایساده پسر من خسرو، این که یادت هست؟ یادم هست، منم واسه خاطر پسرت اومدم اینجا. پس هرچی میخواد بهش بده. آروم باش ازی. تو چی داری؟ سعید راد در دوران جوانی ازدواج کرد و حاصل این ازدواج یک پسر به نام سام و یک دختر به نام نگاه است. وی پس از مدتی از همسرش جدا شد. سعید با نوشافرین ازدواج کرد. این ازدواج نیز دوام چندانی نداشت و این زوج از هم جدا شدند. وی برنده تندیس سپاس بهترین بازیگر نقش اول مرد در ششمین دوره جشنواره سپاس در سال 1353 برای فیلم تنگنا می باشد و برنده دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اول مرد در بخش نگاه نو 30 جشنواره فیلم فجر در سال 1390 می باشد. از آثار وی بعد از سال 1357 می توان به مجموعه های تلویزیونی ترور خاموش، دل، زنده بگور و سرزمین کهن اشاره کرد. سعید راد در سینما نیز آثار مهمی را در کارنامه هنری خود ثبت کرده که می توان به امپراتور جهنم، عشق و جنون، پایان خدمت، گیرنده، دوئل، عقاب‌ها، خط قرمز، مرز و پروانگی اشاره کرد و فیلم تلویزیونی ساعت به وقت صفر نیز از تلفیلم‌های وی می باشد که در سال 1390 اجرا شد.